مثل جشنواره به هدف حفظ فرهنگ یک قوم به نام بدوی در جنوب صحرای سینا مصر برگزار گردید که در آن سیاحین سراسر جهان شرکت وسیله بودند. در حالی که اکنون همه قدم های خود را به سوی یک ساختار مدرن سازی و نوینگرویی می کشانند، مردم بدوی این محل مشتاقند و از فرهنگ و عنعنات دیرینه خود لذت ببرند و نسل جوان را در حفاظت این فرهنگ تشویق کنند. در این جشنواره انواع و اقسام نمایشات هنر صنایع دستی، آشپزی و دیگر هنرها به نمایش گذاشته شد. قزاقستان. در شهر آلماتی قزاقستان یک نمایشگاه بین المللی گودی برگزار گردید که در آن هنرمندان و صنعتگران کشورهای جرمنی، اوکراین، روسیه و برخی کشورهای دیگر مهارتهای خود را به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه طرحهای بیش از 300 هنرمند که در آن از مواد مختلف مثل ابریشم استفاده شده بود پیشکش کردید. این نمایشگاه توجه اکثر علاقمندان را جلب نمود. پیرو. در لیما پایتخت پیرو جمعیت از مردم برای تماشای محفل عروسی یک جفت سگ شرکت نموده بودند. آنها سگها را لباس های مخصوص عروسی پوشانیده حتی برای آنها گل نیز آماده نموده بودند. در این ازدواج مراسم قانونی با اسناد رسمی برای این زوج آماده شده بود که چاپ پنجه های سگ ها در آن درج گردید. آنها برای حفظ نسل این نو سگ ها که در مرز خطر از بین رفتن قرار دارند چنین مراسم را برگزار نمود. اردن. هفته مد در عمان با درخشش مجموعه لباس های طراح هانا صادق پرده برداری بود که توجه بیشتر مشتاقان مدرسیدن را جلب کرد. در این رویداد کارهای این طراح به نمایش درآمد و شامل بخشهای 30 طرح مختلف بود که از دو فرهنگ شکلنما الهام گرفته. در این نمایش چاروزه، لباسها و جواهرات صنایع دستی 50 طراح عرب و بین‌المللی دیگر نیز معرفی گردید.